این دفعه علی به نرگس که خدای استرسه میخواد رانندگی یاد بده. چی بگم دختره دیگه، انقدر نق نزن، زن باش. باشه باشه باشه، تسلیم. اصلا خودمون ببینیم تو ویدیو چه خبره. بریم ببینیم. سلام علیکم دوستای گل من. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره به خانم حسینی رانندگی یاد بدم. و چرا؟ چون احتمالاً یکی دو ماه دیگه خانم حسینی میخواد بره گواهینامه‌شو بگیره. گفتم بذار یه رانندگی یاد بدم که حداقل میری یه چیزی بلد باشی. چطور خانم حسینی؟ خوبی شما؟ قربان. چه استر قراره رانندگی کنی؟ استرس. استرس داری. بچه‌ها ممکنه یکم صدای باد بیاد، خیلی سرده پردیس. داریم یخ می‌زنیم. برای همین ماشین روشن گذاشتم که بخاریش روشنه. و قبل هر چیز ممنون میشه که چنل من ساب کنید، زنگوله چنل روشن کنید تا اگه براتون ویدیو گذاشتم براتون ویدیو بیاد. ماشینمون هم گوه گرفته. بنزین داریم؟ بریم چک کنیم. نه نداریم. بنزین نداریم دوستان. پس باید بریم اول بنزین بزنیم. بریم که چیکار کنیم؟ اول بنزین بزنیم. شاید یکم تو این ویدیو تاریک بشه هوا. ولی خب دیگه ببخشید دیگه، من خیلی دیر اومدم خونه بیرون. چون تا الان استریم بودم. رو چنل استریممون. توییچ و روی یوتیوب که داخل دیسکریپشن هست. لایف بودیم حاجی، بنزین هیچ چی نداریم. آره. بدبخت شدیم. بریم بنزین رو بزنیم و برمیگردیم. برو بریم سمت پمپ بنزینیم. حاجی ماشین داره ریپ میزنه. بدبخت شدیم. خیلی بنزین نداره. و اینکه اون نوکره میبینید اگه ادیتور زوم کنه اونجا کوه دماونده. از اونور فازش بهتر معلومه. ولی خب الان اون نوکش اینجاست. آره. چقدر برف اومده. خیلی برف اومده. یه ویو خیلی خوبی داره فازش. خوبیش اینه که همه فازا رو اینجا میبینی جز فاز 11. همه رو میبینی. حاجی چند بابا ماشین داره ریپ میزنه. چند روز پیش یه نیسانیه از اینجا زده بود به این بغل، بعد رفته بود تو اونجا، بعد از اینجا پرت شده بود اونور. چیکار دارن میکنن اینجا؟ در حال ساخت و سازن. شهرداری میاد میکنه، آب فاضلاب میاد میکنه، نمیدونم یکی میاد میکنه، یکی میرینه. بریم دیگه آقا، بریم که بنزینمونو بزنیم. ماشینمون هم خیلی ریپ میزنه. فکر کنم که انژکتورام بدبخت شدم، انژکتورام کثیف شده. سوای انژکتورا یه سرویس کلی هم ماشین باید بشه، چون آره دیگه نکردم خیلی وقته. بریم بنزینشو بزنیم حالا تا سرویسش. سرویسش که الان وقت نمیشه. الان بعد از اینکه من رانندگی کنم باید یه دور ببری سرویس ها به خاطر من. وای 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 بریم بیام بزنیم. دوستان پازوکی چیز کرد، بنزینشو زد و من مثل سگ استرس دارم، دارم میریم تو خودم. خیلی وقت دور پشت فرمون نشستم. من فقط از رانندگی اینو بودم که توی آزمون باید از پشت ماشین برم، دست با دست راستم دیده رو با دست راستم باز کنم، بعد حالا کاری که اولیه باید انجامی همینا رو فقط بلدم. دقیقا میدونم که بعد فقط هم همینا رو بلدم. ببین شما پشت رانندگی فرمون میشینی، من خودم بچه بار اول هم شهر و هم آینامه رو قبول شدم. بعد هم شهر هم آینامه جفتش رو بار اول قبول شدم. من آینامه رو که داشتم چیز میکردم با بچه ها، داشتیم توی خونه داشتیم راست بود رفت بود رفت بود. داشتیم رفت بازی میکردیم. بابا من گفت برو امتحان بده. گفتم امتحان چی؟ گفت نه آینامه داری. گفتم بابا میفتم. بابا برو بده مهم نیست. رفتم دارم قبول شدم. یه از این بعد شهرش هم خیلی باحال بود. من نشستم پشت فرمون، نفر آخرم بودم. نشستم خدایی یارم خیلی مهربون بود. اون استرسی نیست که همه اینجا میشن استرس میشن و اینا. من نشستم کارمند رو بستم خیلی ریلکس، بعد دادم دنده یک خنده زد یه پوسکم بهم زد. گفتم افتادم آجی بدبخت شدم. آجی گفت بده دو. گفتم اجازه میدی؟ گفت بده. دادم دو. اجازه باید میدی؟ آها بده سه. برای دنده دادم باید اجازه بگیری؟ ببین تو کلا دو بیشتر نمیتونی بدی. آها من اجازه ما گرفتم. بعد گفت بده سه. گفتم منطقه مسکونی سه مجاز نیست، اجازه میدید شما؟ باره گفتم باش. دادم سه. با سه را رفتم. الان مثلا من یکم دیگه خواه. تو اگه بدی سه ماشینت اینجوری بشه خوب. یعنی که راننده نیستی. آها خب سرباله بود بچه خواستم به نریستی. من دادم سه بدون اینکه ماشین پت پت بکنه رفتم. ایوه همونه گفت خب بزن بغل. راهنما رو زدم بغل. بعد گفت خب یه دوره یعنی یه فرمون دو فرمون دو فرمون اینجا بزن. گفتم آقا خط ممتده من نمیتونم اینجا دور بزنم. گفت من میگم بزن. گفتم اگه شما اجازه بدی اینجا رئیس شمایی. خب همینجوری اینجا ببین اینجوری بود. آره مدل هر سال آره. بزنم شکلی بعد دو فرمون هم بزنم شون رئیس شمایی. اگه شما اجازه بدید من دور میزنم. دوباره خندید گفت اجازه میدم دور بزنم. آجی دور رو زدم و
اومدم این وقت یه پارک دوبلم بزن ببینم بلدی یا نه. پارک دوبلو زدم رید، گفت تمام قبولی برو بدون غلط، بدون هیچ. مثلا همه یه دونه غلط رو بهشون میزنه، نمیدونم یه دونه غلط رو بزنه هضم میشه یه دونه، یادم نمیاد دو زمان خیلی خلف تغییر کرده. خب دارم ببینید دارم میمیرم، اصلا میدونم علی علی اینا طرف من استرسم بریزه. حاجی چه دوره یه فرمونی زدم پشمون. آره بعد وای ببین توی همچی کاری بکنی که یارو پرتت میکنه بیرون، میدونم شو بیرون خواهر ماشین ها آباری جورو چشم. آره بعد خب برم چند من اینجا پاک کنه پازوکی سواشم برم میمیرم، دستام یخ کرده قشن. خب خانم حسینی نصیحتی چیزی نداری؟ نصیحت؟ نمیدونم نداری مهم نیست. خب من یه ایراد میخوام ازت بگیرم با این کفشا، با یه همچین لژی که داره خیلی سخت رانندگی کردم. لژ بهش میگن یه چی گفت توش خیلی سخت رانندگی کردم، ولی بیا یه تست بکن، اگه دیدی داری اذیت میشی نمیتونی بگو من کفشا رو ببینم، یا سه کفش تو درار تو فرض تو رانندگی نبند. اینجا آقا دزه اومده تر زده تو ماشین، اگه دقت کنید بذار از ما براتون بگیرم، ماشین چاک خورده. آره حسینی شیشه رو بده پایین یه لحظه. حالی درست شد؟ ما شده اما زیاد دزدی کردن. خب ببین اینجا رو دیگه آسد داشتم اصلا میمون زیاد دقیقه ببا من چیزی بهت نمیگم خول نفهم، من دستم رو دستیه هم. ماشین رو خاموش کردی، اصلا نگران نباش، نترس، اذیتت میکنن. خب کفشتو بذار این باشه. جان جان ماشینو آماده ای گذاشتی هم کفشتو؟ آره میگم اون کفشت رو اذیتت میکن. اول بزن دنده بده پایین. خب این ماشین داری میره باش. یه توصیه، شما وقتی ماشین داره میره تو الان یه مبتدی نمیتونی هم ترمز بگیری هم گاز بدی، ولی من میتونم کار کنم. خب با دنده با ببخشید با دستی یه دست بذار دستی. خب شاسیشو نگردا. خب خب حالا هم گاز بده جلوتو نگاه کن تو اصلا من خب. هم گاز بده کلاژو الان بگیرم دیگه جان کلاژو. آره هم گاز بده هم دستی رو ببر پایین، خیلی کار سختی ها ولی خب میتونی. اگه نتونستی بگو مهم نیست متش ماشین میره دیگه. دستی رو بده پایین. تمام آفرین. اون چند خب آفرین خاموش نکردی. حالا بده دو گاز بده بده دو. خب واسه چی باید بدم دو؟ کلاجو بگی؟ کلاجو بگی؟ بده دو تمام شد. به این صدام زیاد توجه نکن، گفتم ماشین باید یه سرویس چه بچه. آها صدا خود ماشین بود. آره حالا بزن بغل، بزن بغل مهمی راهنما نمیخواد بزنی، من فلاشراتو زدم میفهمن بقیه که داری آموزش میبینی. کلاژو بگی کلاژو بگی کلاژ 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 دندت دندت داره. خب دستی تو بکش. خب کنه ماشین بیرونه مهم نیست. خب الان این کاری که تو کردی بچه گفتم ایسی بهتون میگم TCS ماشین من روشن بود، یعنی خود ماشین بهت کمک میکنه که خاموش نکنی. با تو بذار رو ترمز. آره اگه شانس بیاری ماشین جدید بهت بدن که خاموش نمیکنی، ولی معمولا ماشین های آموزشگاه همشون تو میاد. ببخشید. خب اون بغل یه دکمه ESP داره اونو بزن. الان ترمز بگیرم؟ ترمز بگی ESP بزن. آره خاموش شد. خب TCS الان خاموش شد. خب الان دیگه ماشین ترمز بکن. الان دیگه ماشین برای کلاج نمیگیره. بذار این ماشین رو رفتن فقط نری تو اونا 405 ببخشید پارسه. نه نه خب الان TCS خاموش شده، کل ماشین دست خودت. الان اگه خاموش نکنی یعنی اوکی. الان اینجا سر پایین الان اوکی بود، دو هم رفتی جای خلبه تو بردم و تو شانست خیلی بده. دیگه پایین فهم تو به چپ کلاج بگی کلاج بگی کلاج. اصلا ببین نترس ماشین خاموش میشه، چکم روشن شد به یه بره میپره، اون برای خفه کردن ماشین. تو هر کاری که میکنی ترسیدی کلاج بگیر اوکی. فقط کلاج رو بگی ماشین خاموش نشه. همین دیدی الان ماشین ریپ زد چون خاموش کردم برات. برو بیولا بیولا آفرین. بده راست در بده راست در مستقیم برو نترس برو. فقط به زنه نزنی بذار این بره
بگی چپ، بگی چپ، بگی چپ. الان بهت گاز میدی. بیا راست سر، ماشین وسطه، برو چپتر. این بچه آموزش اولیه‌شه که فقط حاجی خوب رانندگی کردی خدایی. البته قبلش هم رو استریم نشسته بودی. خیلی کم. نشسته بودی بالاخره. آینه مهمی اصلا به این چیزا کاری نمیشه. تو رانندگی 5% 10% از اینا استفاده میکنی. بیشتر تجربه است. حالا بزن بغل بوس. بزن بغل. اول کلاچ. مهم اینجا پارکینگ، اول کلاچ بعد ترمز. ببین الان اینجا رید. یه توصیه بذار برات بکنم. آفرین آفرین، همیشه دندتو ده. آها بله. خب یکی اینکه صندلیت خیلی جلو. بله صندلیت رو قطع. نگاه نکن من صندلیمو خیلی میدم جلو. چرا؟ چون من اینجوری میشینم پشت فرمون. من لش میکنم. گودی کمرم هست. میخوام چراغ روشن کنم. چراغ میخوای چیکار الان؟ شبه. شب نی. میخوام الان تو جلوتو نمیبینی؟ چرا میبینم. الان تو تو این روزی جلوتو نمیبینی. میخوام یاد بگیرم چراغ چجوری باشه. چراغ دیگه ماشینه الان خودش روشن میشه ولی از اون بعد. روی ماشین کویک. قطعاً دیدی دیگه. این قفل دره. این مه شکن جلوه. این مه شکن عقبه. این بخار بر عقبه. بخار بر شیشه بخار. آره شیشه بخار میکنه. اینم فلاشه. که دیگه همه تو همه ماشینا این هست. اوکی. خب ببین این دست راهنماه. اوکی رو هر ماشینی یه مدله. ولی توضیحاتشو بهت میدم. مثلا رو 206 اش برفا کن عقبشون همینجا که نیازی نیست الان تو بدونی 200 تو فعلا کویک بزن. ببین کویک، پراید، ساینا، تیبا همشون اینجوری جز اطلس و سهند که جدید اومدن این دفعه فرق میکنه دست راهنماشون. حتی شاهین هم همین دست راهنما دست برفا کنه. خب ببین یه دونه میدی پایین یه برفا کن میده میره رو حالت اتومات. اتوماتش چجوریه؟ ببین بیا نگاه کن اینو نگاه کن. اتومات اینجا یه تایمر داری. خب این تایمر کم و زیاد میشه، هرچی پایین تر باشه کمتره، هرچی بالاتر باشه آره دیرتره. اوکی بعد میدی بالا خاموش میشه. یه حالت دیگه داریم، میدی پایین دو تا میدی پایین، یه همجوری یه سره ملو میزنه. آره بارون شدید تر بیاد یه دونه میدی پایین تر، این دیگه داره تا آخرش میزنه. البته الان ماشین خاموشه، این داره یواش کار میکنه. آره خب یه چیز دیگه داری، یه دونه بدی پایین یعنی به داخل فشار بدی برفاکون میزنه، یه دونه بدی بالا از این آبا میزنه. گرفتی؟ این تو هر ماشینی فرق میکنه ولی خود توضیحاتش همین بود. حالا اون بعد حالت اینجا که میذاری روی ماشین من اوتولایته. اوکی روی این ماشین اوتولایته، حالت خاموش. آره اینو اوتولایت اینجا روشن میکنی، چشمک میزنه و روشن میکنه همه چیو. اوکی این اوتولایته که سنسورش هم بچه ها اینجاست، اینه سنسورش. خب اوکی این از این اوتولایت. حالا با اوتولایتش کاری نداری، شما یه پله روشن کنی بهش سلاح بهش میگن چراغ پلاک، چراغ کوچیکا یا چراغ پلاک. یعنی چراغ کوچیکای ماشینت پلاکت. حالا مثلا من چراغ رو بس کردم به اون زی داخلی ها اینا روشن میشه. چراغ مثلا کیلومتر نگاه کن نورش زیاد میشه نورش کم میشه، چراغای داخل نگاه کن خاموش روشن. میبینی ببین میگن چراغ پلاک یا چراغ کوچیکا. یه دونه دیگه روشن کنی میشه چراغ بزرگات که روشن میکنه، شبا روشن میکنه اینا. بعد الان میمون با یه چیز دیگه هم به بچه‌ها توضیح میدم که بچه‌ها بدونن. شما یه دونه بدی پایین هیچ اتفاقی نمیافته. چرا؟ شما تا زمانی که چراغ بزرگات روشن نباشه نور بالا اتوماتت کار نمیکنه. اوکی این الان نور بالا اتوماتت. چراغ کوچیکات هم چراغ بزرگات هم خاموش باشه باز نور بالا کار میکنه اینجوری. آره بله. اینجوری نور بالا کار میکنه و ده نمبر سرویس میکنه. اوکی یه توضیح میخوام بهت بدم. شما تا زمانی که چی بهش میگن مه شکن عقبه. اوکی مشکن عقبت به هیچ عمر روشن نمیشه به خاطر اینکه برق باتری تو بیشتر مصرف نکنه و خب تا زمانی روشن نمیشه که شما مشکن جلوت روشن نباشه. الان مشکن جلو روشن نکن روشن شد. حالا روی این ماشین یه چیز دیگه هم داره، چراغ رو خاموش کن. روی این ماشین به خاطر سیستم مالتی پلکسی که داره تو مشکن تو تنهایی هم نمیتونی روشن کنی، هیچ کدومو تنهایی نمیتونی روشن کنی. باید حتما یه پله چراغات روشن شده باشه که برق بیاد توش. راجع به تنظیم کردن آینه یه چیز ساده میخوام به توضیح بدم. رو ماشین من خیلی آسونه. خب شما زاویه دیده تو یه جوری بذار. خب این کنج آینه رو میبینی؟ این کنج آینه با دسته اینجا یکی باشه با این دسته جلو.
آها اینا الان داری میبینیش دیگه، درسته؟ الان اونو ببینی یعنی هم زاویه دیدت اوکیه. برو نشون بدم. برو نشون بدم. نه دیگه. اینجوری راحت تره. بچه من برای نور اسخای میکنم. ما خیلی زودتر باید میومدیم برای خوب استریم بودیم. بوس بهت. این از اینا از آینه ها. آینه وسطم که اصلا رو ماشینای هاچبک اصلا چیز بیخودیه. کون نداره ماشین. نه، بس کون نداشتنش نیست. الان روی کویک باز عقب دید بهتری داری بچه‌ها، نگاه کنید. روی کویک عقب دید بهتری داری. ولی روی 206 هیچ دیدی نداره. 206 207 هیچ دیدی نداره. دیگه چی جونم؟ آها اینا بچه‌ها اون سنسور هست که بهتون گفتم اتو لایته. اتو بارون نیست، اتو چی بهش میگن؟ آره بارون نداره، فقط لایت. حالا ماشین روشن کن. من چراغ خاموش می‌کنم بچه‌ها، ببخشید برای نور. خب حاج تک استارت. ایول. چراغ رو روشن کن. بزن یک تی سی اس بچه‌ها، نگاه کن اینجوری خاموش میشه. ESP و TCS همه خاموشه. ماشین رفت آروم از بغلش رد شد. برم برو تو راننده یلا. نه میام نه خب ببین الان ریدی چه راحت کنم کلاش برش پا تر کلاش برشی ماشین تو چیز توی چی بهش میگن دن دستی بود خورشن کن دیگه باشه دور بزن تو با بقیه چی کار داری ببین تو یه چیزی میترسی ببین تو از چی میترسی ترمز دستی میترسی تو از ترمز دستی میترسی منو نگاه کن تو از ترمز دستی میترسی هیچ اتفاقی نمیفته ماشین داره میره ترمز کن ترمز ملو کن تو از ترمز دستی اصلا نترس چیزی نیست ملو 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 بیار بالا آفرین خاموش نمیکنی خوبه من چیزو خاموش کردم نیم کلاج ماشین خاموشه الان بگیر راست خب ببین این تیکه رو میتونم به اعتماد کنم بری یکم شلوغه برو راست نه بگیر راست بگیر راست بگیر راست ماشین داره میاد بگیر راست نترس گاز بده خب ببین دیگه تو نمیتونی اینجا رد کنی ترمز کن کلاش ترمز ماشاءالله رد کردی برو راستر 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 بگی راستر راستر خب سلام میخوام یه چیز مهم به یاد بدم بدم بغل وایس نه خب الان دیگه میرین اون چیزی که میخوام یاد بدم وایس بگی راستر ماشینا بگی راستر ترمز کن تو رو خدا چیه من نیستم کنارت همیشه ترمز ببین تو یه ترمز داری اونجا اوکی هر اتفاقی برای ماشینت افتاد دق همه چی ترمز کن سربالایی میخوای بهم یاد بدی سربالایی میخوام بهت بگم TCS خاموش شه ماشین روشن کن میخوای من به بچه‌ها توضیح بدم TCS چیه بذار من بچه‌ها توضیح بدم یکم تو استرست بیاد 600 تا پایین فقط بذار ترمز فقط بذار ترمز اوکی ترمز دیگه بچه‌ها نیا پایین پایین رو ترمز دیگه بذار دستی هم پایینه یه چک کن آره پاته رو ترمز بردم بردم تمام شد برده پاته کلا نمیره اقا الان نگرد تی سی اس اینه این همون کمک 4-5 ثانیه کمکت میکنه که شما نیم کلاج کنی ماشین نره اقا حالا نه اینو خاموش میکنم نیم کلاج کن برو جلو هر موقع حس کرد من بشینم بغلت یاد نمیگیره هر موقع حس کردی ماشین داره بگاه میره داری میری اقا ترمز کن فقط ترمز کن همین نه نه فرمون رو تکون نه فرمون رو درسته بایستا گاز میدی دور موتورت میاد رو یک و نیم یا دو پام رو ترمزه میخوا بدیات بدم آره بلد نیستم دستی رو بکش بالا بدیات بدم بچه نمیدونه حاجی من عجب گاوی هم شاید خود منم خاموش کنم حاجی من خیلی وقت با پشت این ماشین شدم نیم کلا جادم وای الان میمیرم چرا خب وای دنده یک اوکی خب ترمز دستی پایین خب سیستم این ترمز اتوماتیک منم خاموشه آره. یه کوچولو موتور کلاج میاری بالا یا کن ماشین هنوز خاموش نشده آره. ببینی آره دیگه نیاز به ترمز نداری نیمه ببین میگن نیم گاز میدی ماشین میره خب باش ببین میگن نیم کلاج باشی حالا تو با یه روش هم میتونی با کلاج ترمز کنی بیا تو ماشین من میره گازی به ماشین نمیدم ماشین با نیم کلاج قوی که دارم داره میره میبینی؟ آره هیچ گازی نمیدم اما داره میره ولی خاره ماشین داره میره جلو چشاشو ببین هیچ چی نمیشه تا شکل عقبو میتره کنی همین هیچ چی نمیشه
فقط ترمز کن، هر چی شد نمیخواد ببندی درو. میخوام ببینم چجوری نیم کلاژ میکنه. گرفتی چیکار کردم من دیگه؟ دنده. یا والا بیا تا ماشین ریپ بزنه. بیا خوبه، گاز بده، کلاژ بگی. الان همین اتفاق افتاده بود، رد شده بود. اوکی، ولی خب تو کلاس بری اینا رو یاد میگیره. اون طرف یارو پا داره، اینجوری نیست مثلا من بیاد اینجا وایسه که. اوکی، استرس هم نگیر، هیچی نمیشه. تاش یه اکسل، هم اکسل عقب میشکنه. میله که چرخای عقبو نگرد داشته ساده تن. باش. الان دارم سکتم. بذار رانندگی یاد بگیرم. پس بیا بیرون دیگه. واقعا اولین بار رانندگی یاد دادم به یه نفر خیلی مخه. یعنی چی تو مخه؟ ماشین نیا کن داره میره عقب. من یه ورم هم نیست. آقا امیدوارم توی این ویدیو آموزش‌های مفیدی توی راجب دکمه‌های ماشین، راجب چرت و پرت‌های ماشین، راجب نیم کلاج اینا بهتون داده باشن. باز میدونم یه سری استاد میان میگن اشتباه داری درس میدی و فلان و بسار، ولی خب من اینجوری برم. من به روش خودش من میخوام، من اینجوری برم دیگه. من اینجوری رانندگی میکنم، من اینجوری سرچرت میام. حاج من خاموش تی سی میگم چرا میشه تو میکنم. دوستان خیلی زیاد مرسی که ویدیو تماشا کردید. امیدوارم هرگز یه روزی رانندگی یاد بگیره و خستگیای من تو ترافیکای تهران رو ول کنه. بوس بهتون، تا ویدیو دیگه، بدرود. خدافظ.